آخرین شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از دور جدید مذاکرات برجام در وین، بازگشایی مسجد الاقصی پس از درگیری‌های خونین، تایید مذاکرات ایران و عربستان توسط یک مقام سعودی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 18 اردیبهشت شمار مبتلایان کرونا در جهان به 157,700,000 و آمار فوتی ها به 3,290,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 135,100,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. شمار مبتلایان جدید در هند نیز همچنان بیش از 400,000 نفر در روز گزارش می شود. این کشور در روز جمعه حدود 4,200 فوتی ناشی از کرونا را ثبت کرد. از سوی دیگر رئیس کارگروه واکسن بریتانیا اعلام کرد با فرارسیدن ماه آگوست چرخه انتقال بیماری کووید 19 در این کشور به طور کامل شکسته خواهد شد. رئیس کمیسیون اروپا از آمریکا و دیگر کشورهای اصلی تولید کننده واکسن کرونا خواست به جای بحث درباره برداشتن مالکیت معنوی واکسن‌های خود را به کشورهای سراسر جهان صادر کنند. سازمان بهداشت جهانی هم استفاده اضطراری از واکسن چینی سینوفارم را برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 تایید کرد. تازه ترین اخبار از مذاکرات وین. همزمان با آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایران در مذاکرات جدی است، اما اینکه آنها حاضرند چه کارهایی درباره این موضوع انجام دهند و تا چه اندازه در این خصوص جدیت دارند موضوع دیگری است. عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین هم اعلام کرد آمریکا برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه ایران اعلام آمادگی کرده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد که شرط برداشته شدن تحریم‌ها بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود است. با آغاز دور جدید مذاکرات برجام در وین، همه ی طرف‌ها یک بار دیگر بر جدیت خود برای حصول نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کردند. نماینده چین در سازمان ملل نیز از طرفین مذاکرات برجام خواست تا عزم سیاسی را به کار عملی تبدیل کنند. بازگشایی مسجد الاقصی پس از درگیری‌های خونین شبانه. هلال احمر فلسطین اعلام کرد شمار فلسطینیان آسیب دیده پس از حمله روز جمعه پلیس رژیم صهیونیستی به نمازگزاران از 200 نفر فراتر رفته است. پلیس رژیم صهیونیستی با استفاده از گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌های نوری فلسطینیان را مورد هدف قرار داد که 6 نیروی پلیس اسرائیل نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. با این حال فلسطینیان سرانجام پلیس اسرائیل را وادار به عقب نشینی کردند و درهای مسجد الاقصی را باز کردند. همزمان با گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل، ده‌ها فلسطینی ساکن مناطق شرقی بیت المقدس با خطر اخراج از خانه‌های خود قرار دارند که همین امر باعث افزایش تنش‌ها میان فلسطین و اسرائیل در روزهای اخیر شده است. سازمان ملل ضمن درخواست از رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات تخلیه فلسطینیان از قدس شرقی گفت که این اقدام میتواند به عنوان یک جنایت جنگی در نظر گرفته شود. پیش از این فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک از اسرائیل خواسته بودند شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن را متوقف کنند. تایید مذاکرات ایران و عربستان توسط یک مقام سعودی. یکی از مقامات وزارت خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مذاکرات اخیر کشورش با ایران را تایید و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها نتیجه بخش باشد. طبق اعلام این مقام سعودی، ریاض برای پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش تنش‌ها در منطقه به گفتگوهای خود با ایران ادامه می‌دهد. پایان اولین دور مذاکرات مصر و ترکیه پس از 8 سال وقفه. پس از 8 سال وقفه در مذاکرات علنی میان مصر و ترکیه، معاونان وزرای خارجه این دو کشور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در قاهره گفتگو کردند. در این نشست موضوعاتی مانند روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به ویژه اوضاع لیبی، سوریه و عراق و لزوم دستیابی به صلح و امنیت در شرق مدیترانه مورد بررسی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از پایان این مذاکرات اعلام کرد ترکیه به دنبال بازگردانی اتحاد تاریخی با ملت مصر است. ناراحتی چین از نشستی درباره وضعیت مسلمانان اویغور. چین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست در نشستی درباره سرکوب مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها در سینکیانگ شرکت نکنند.
این نشست که به بررسی چگونگی حمایت و پشتیبانی سازمان ملل و کشورهای عضو از حقوق بشر در استان سینکیانگ چین می‌پردازد، به درخواست آلمان، آمریکا و انگلیس در روزهای آتی برگزار خواهد شد. چین ادعای بازداشت و شکنجه اویغورها که توسط کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشری مطرح می‌شود را رد کرده است. هشدار سازمان ملل نسبت به شرایط مردم یمن. همزمان با افزایش تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در یمن به 20 میلیون نفر، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، نسبت به بروز فاجعه انسانی در یمن هشدار داد. آمارها نشان می‌دهد که 16 میلیون نفر از مردم یمن از گرسنگی رنج می‌برند و هزاران نفر هم در شرایطی شبیه به قحطی هستند. حدود 5 میلیون نفر نیز تنها یک گام با قحطی فاصله دارند. صندوق‌های کمک مالی برای یمن با کمبود شدیدی روبرو هستند و تنها 34% از منابع مالی مورد نیاز برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در یمن تأمین شده است.